سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران زمین که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا لندن نشسته و نیز به شما عزیزان که در دیگر نقاط جهان این شماره از تفسیر خبر را تماشا می کنید سلام می گویم. جمشیدی چالنگی هستم، در ساعت پیش رو همراه شما عزیزان نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرهای مربوط به ایران در عرصه داخلی و نیز در عرصه جهانی. محور گفتگوهای ما با میهمانان امشب برنامه نیز درباره حضور آقای حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی، در سازمان ملل متحد، اجلاس عمومی سازمان ملل متحد و اقدامات مصاحبه های رئیس جمهوری اسلامی ولایت فقیه در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد است. آقای حسن روحانی در مصاحبه مطبوعاتی خود در نیویورک ساعتی پیش از پرواز به سوی تهران اعلام کرد فضای کاملا متفاوتی با گذشته بین حکومت ایران و جامعه جهانی ایجاد شده است. آقای حسن روحانی نشانه کاملا مشخصی در این زمینه ارائه نداد. در مصاحبه مطبوعاتی آقای حسن روحانی که جمعه برگزار شد هیچ اشاره‌ای به وضعیت حقوق بشر در ایران، بهتر است بگوییم نقض حقوق بشر در ایران نشد. آقای حسن روحانی همچنین مدعی شد که ایران خواستار آن هست که اعتماد جامعه بین المللی را جذب کند و نیز گفت که ایران به هیچ وجه خواستار آن نیست که به سلاح اتمی دست یابد. در جلسه مطبوعاتی آقای حسن روحانی به نمایندگان رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران اجازه ورود به جلسه داده نشد، همچنان که به آقای احمد باطبی گزارشگر ایران فردا در نیویورک نیز اجازه ورود به این جلسه داده نشد. با من و شما هستند آقای احمد باطبی از واشنگتن و از نروژ آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز در اسلو پایتخت نروژ. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای باطبی عزیز به شما سلام میگم، میدونم از نیویورک برگشتید، چند روز در نیویورک بودید و امروز دوشنبه بینندگان ما در تفسیر خبر شما رو میبینند میشنوند. بخواید یک جمع‌بندی بکنید از اون چی که در نیویورک گذشت، اون زمینه رو که آقای روحانی میخواست فراهم کنه، امید بخشی یعنی ایجاد امید برای بهبود روابط ایران و جامعه جهانی، نهایتا لغو تحریم ها و و و، شما یه همچین فضایی رو واقعا دیدید؟ فراتر از کلمه رفت، فراتر از حرف رفت، چه بود؟ چرا تلاک سلام میگم خدمت شما، خدمت آقای داریم و بیننده های گرامی تلویزیون. من از روز دوشنبه تا روز جمعه تقریبا تمام ساعت روز تا انتهای شب روز ساعت 11-12 شب در سازمان ملل متحد حضور داشتم و تقریبا تمام تحرکات مقامات ایرانی رو شاهد بودم تا جایی که امکان داشت و ممنون نبود برای خبرنگاران.
به طور کلی سوالتون رو پاسخ میدم، اگر جزئیات خاصی در خدمت هستم. بله، این اتفاق افتاد. یعنی واقعا تیم ایران، چه آقای ظریف و مشاورین و همراهانی که داشتن، چه آقای روحانی، هر دو موفقیت غیر قابل پیشبینی رو داشتن در کارهایی که برنامه‌هایی که داشتن و دیدارهایی که داشتن. من با برخی مقامات بعد از اینکه با آقای روحانی یا آقای ظریف دیدار کردم صحبت کردم یا در کنفرانس های خبرشون شرکت کردم و همه متفق القول، اول اینکه وقتی با تیم جدید ایران، یعنی تیمی که به غیر از آقای جدیدی یا تیمی که از طرف آقای احمدی نژاد می اومدن با تیم جدید صحبت میکردم، بسیار خرسند بودن. و دوم اینکه چشمانداز خوبی رو برای آینده ترسه میکردن. متاسفانه هیچ کدوم از این مقامات جزئیات صحبتشون یا دقیقا چه چیزی بینشون رد و بدل شده بود که باعث امید بخش شده بود رو به خبرنگاران نمیگفتن. ولی در مجموع واقعا یک جنبه دیگه ای تولید شد و بیشتر مقامات سازمان ملل که من شاهد بودم، همینطور مقامات کشورهای مختلف، یه جوری خرسندی در گفتار و رفتارشون دیده میشد. آقای مطلبی، شما رو اجازه بدین قبل از اینکه ادامه بدیم، پرسشامون بسیار هست، میریم به اتفاق شما به نروژ سلام میگیم، به آقای حیدری عزیز. منم خدمت شما جناب چارلنگی و مهمان برنامه آقای باطوی و تمام بینندگانتون در هر جایی که هستن سلام دارم. آقای حیدری، شما بفرمایید. مطمئنم شما هم از راه دور تعقیب کردین حرفای آقای روحانی رو و همینطور حرفای آقای ظریف رو که قبلا احتمالا با ایشون هم کار کردید، شما به عنوان یک دیپلمات پیشین. جدا از حرف، اونچه که حرف زده میشه خب دیپلماسی است. این حرفا آیا نمایندگی میکنن یک اعمالی رو، رفتاری رو، اطمینان بخش هستن؟ زمینه درشون شما به عنوان یک دیپلمات درش دیدید برای اینکه خب بعدا ترجمه بشه به عمل؟ در نهایت خب کشورهای غربی به خاطر اینکه در واقع الان با فردی مثل احمدی نژاد مواجه نبودن و فرد دیگه اومده که میتونه با زبان دیپلماتیک باهاشون صحبت کنه و به خصوص به خاطر شناختی که نسبت به آقای ظریف داشتن که سالها در آمریکا بوده و در واقع سازمان ملل کار میکرده، به خاطر همین یک خوشبینی ایجاد شده بوده با صحبتهایی هم که آقای روحانی از قبل در داخل ایران داشته که اینها میتونن در واقع یک جوی رو به وجود بیارن که بتونن همکاری کنن. اما بحث سر اینه که آنچه مهمه اینه که در داخل ایران عملاً تندروها و کسانی که حاکم هستن بر سرنوشت مردم ایران با این جریاناتی که در خارج دارن به نوعی خوشبینانه باش برخورد میشه موافق نیستن. شما بر اساس اخباری که منتشر شده و اخباری که ما خودمون از طریق دوستانمون دریافت کردیم، اکثر فرماندهان سپاه به خصوص سردار قاسمی فرمانده سپاه قدس یا آقای نقدی فرمانده بسیج یا حتی ائمه جمعه در همین نماز جمعه که در واقع اونها برایند گفتمانشون رو از طریق در واقع بیت آقای خامنه‌ای میگیرن، همه نسبت به اینکه ما باید موازمون مستحکم‌تر باشه و نمیخوایم با آمریکا در واقع بشینیم صحبت کنیم و آمریکا در واقع در یک شرایطی نیستش که بخواد در واقع کت خدای دنیا باشه، اینها رو این گفتمان دارن صحبت میکنن. ولی خب دنیای غرب فکر میکنه که حالا چون تیم مذاکره کننده عوض شده و گروهی اومدن که به نوعی بر روی اصولی به نام اعتدال دارن صحبت میکنن، میتونن با اینها گفتمان داشته باشن، از این بابت خوشبین هستن. اما آنچه مهمه اینه که در بیت رهبری و در واقع مقامات تصمیم گیرنده اصلی روی پرونده ایران، این جماعت نمیتونن اثر آنچنانی داشته باشه. ببینید، آقای روحانی در جلسه مطبوعاتیش گفتش که ایشون اختیارات تام دارن، کامل دارن و از حمایت تمام قوا برخوردار هستن تصمیم بگیرن. اشاره مستقیم نکرد به رهبری جمهوری اسلامی، اما تلویحا در کلامش مستتر یا پوشیده بود که به هر حال رهبری جمهوری اسلامی هم در صورتی که ایشون به توافق برسن برای حل مسئله اتمی ایران، ایشون هم حمایت خواهد کرد. این حرف تا چند اندازه؟ البته شما بخشیش رو جواب دادید، ولی آیا ممکن هست توافقای پیشاپیش شده باشه بعد آقای روحانی رو فرستادن برای اجراش؟ من
در مراحل بعدی ژنو جاهای دیگه. من فکر نمی کنم که در واقع توافقی از قبل صورت گرفته باشه، چون که اگر چنین بود آقای روحانی برای یک ملاقات ساده، برای یک صرف نهاری که همه سران کشورهای دنیا حضور دارن به دعوت دبیر کل سازمان ملل، ایشون نباید یک همچین حرکتی رو انجام میداد. این در برگرفته از اون فشارهای داخل ایران بود و به خاطر شکستن اون جوی بود که داشتن تلقیم میکردن که ایران وا داده، و به خاطر اون حراس و وحشتی که در داخل ایران ایجاد شده بود و اون تندروهایی که حاکم هستن در داخل ایران، آقای روحانی نیز تحت همون فشار این برنامه رو تغییر داد. وگرنه میلیون‌ها ایرانی که به نوعی با آقای روحانی در این انتخابات رأی داده بودن، منتظر بودن که ببینن آیا آقای روحانی مثل آقای خاتمی عمل میکنه یا نه واقعا میره و این حرکت رو انجام میده و نشون میده که همه این صحبتایی که کرده و اون اختیاراتی که داره درسته. کما اینکه دیدیم این چنین نیست و ایشون هنوز تحت فشار و سیطره همون نیروهای تندرو در داخل هست. آقای باطبی عزیز، به هر حال در آمریکا مخالفینی هم وجود داشتن، یعنی جدا از اداره یا دولت پرزیدنت اوباما، در کنگره، در سنای آمریکا و بیرون از سنا مخالفینی هم بودند که گفتن، از جمله آقای مکلین و دو مکین، ببخشید، آقای مکین و مکلین اسم یک محله است در ویرجینیا، محله ای که آقای باطبی هم همونجا زندگی میکنن و ما تقریبا هم حدود، آقای مکین و دو سناتور دیگه که گفتن نه، به هیچ وجه نمیشه اعتماد کرد به حرفای آقای روحانی، باید دید در عمل چه خواهد شد. و از این صحبت، این مخالفت ها چقدر برد داشت در فضای اولوش سازمان ملل متحد؟ جورج چرنگی، قبل از اینکه آقای اوباما سخنرانی بکنن و بعد از اون آقای روحانی اولین سخنرانیشون رو ادامه بدن، برخی از سناتورها نامه‌ای نوشتن و گفتند که این مشکل قدرتگیری ایرانه نه آدم ها. این سناتورها به طور مشخص در مورد سیاست هایی که ایران در این سالها در پیش گرفته بود صحبت کردند و گفتند که ممکنه که جمهوری اسلامی چهره ای معتدل بگیره با آدم های معتدل، اما عملکردش در طول سالها نشون میده که سیاستی دیگر رو مد نظر داره و در بلند مدت ممکنه که قدرت بگیره و دوباره اون سیاست های قبلی رو در پیش بگیره. ولی باز تکرار میکنم، فضای غالب فضای خوشبینی بود به دلیل اینکه دولت اوباما مایله که این قضیه رو به اصطلاح حل بکنه و خودش به عنوان دولتی باشه که مشکل چندین ساله ایران رو حل بکنه. چند روز پیش نشریه هارولد میس یک مقاله‌ای رو به قلم یکی از مقاله نویسای ارشدش نوشته بود و سه دلیل رو برشمرده بود برای اینکه به هر حال مقامات آمریکایی با مقامات ایرانی دیدار خواهند کرد و این اتفاق خواهد افتاد. بعد از اینکه مهمانی نهار لغو شد توسط تیم ایران به دلیل وجود، به بهانه در حقیقت وجود شراب روی میز، این مقاله نویس گفته که به خاطر قدرتگیری جریان میانه رو در ایران و نگرانی آیت‌الله خامنه‌ای برای اینکه از یک حاکمیت دوگانه جلوگیری بکنه، خودش رو به میانه روها نزدیک میکنه که اگر موفقیتی در سیاست خارجی میانه روها در ایران اتفاق بیفته، ایشون هم به عنوان یک به اصطلاح نیرویی که پشتیبانی کرده سهم ببره. در آمریکا هم ایالات متحده به رهبری اوباما در سالهای اخیر سیاست خارجی موفقی نداشته و دموکرات ها لازم دارن اینکه یک اتفاق اینچنینی بیفته و رابطه تیره چندین ساله توسط این دولت حل بشه. دلیل سومی هم که ارائه کرده بود این مقاله نویسی بود که دو طرف چیزی برای از دست دادن ندارن و به این دلیل این به اصطلاح ارتباط برقرار خواهد شد. اگر یک مقدار اخبار حاشیه‌ای هم شما مرور بکنید، در لاقل چند روز اخیر یا در ماه اخیر خواهید دید که ایالات متحده کارهای دیگری هم کرده که
به نوعی حسن نیت رو نسبت به ایران نشون بده. مثلا چند روز پیش خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه آمریکا یک جام مربوط به یک شیر که یک جام ایرانی بود متعلق به هفت پیش از میلاد مسیح به دوره مادها در ایران و در ایالات متحده آمریکا در سال 2003 توسط قاچاقچی‌ها داشت جابجا می‌شد، این رو مجددا به ایران برگردونده و خودش هم اعلام کرده که یک جور حسن نیت آمریکاست و پیام‌های اینجوری پارسی اینجوری به اصطلاح بوده. به خاطر اینکه قدرت دست جریانی از در آمریکا که مایل به نزدیک شدن به دولت آقای روحانی هست، عموم مخالفت‌ها چندان بالا نمیاد، ولی خب همینطور که فرمودید صداهایی شنیده میشه که این صداها به جریان‌های راست در آمریکا مربوط میشه. شبکه فاکس نیوز بعد از اینکه شبکه که نیروهای راست و بیشتر نیروهای یهودی نزدیک، بعد از صحبت آقای روحانی همین صحبت‌هایی که شما فرمودید مخالفت‌ها رو تکرار کرد و گفتش که شما نگاه بکنید کلام آقای روحانی کلامی ملایم است، ولی همون حرفای آقای احمدی نژاد رو تکرار کرده و به اسرائیل حمله کرده. و بهش من رو بعد دو تا نکته رو بگم. یکی این که این جام وقتی برمیگرده خب احتمالاً دوباره همون باندها که برخیشون هم در دولت‌های پیشین یا دست داشتن، چون بسیاری از آثار ایرانی سر از بازارهای جهانی در آثار موزه‌ای ایران که بعدها ثابت شد که برخی از باندهای قاچاق مرتبط هستند با قدرتمندان دولتی در ایران. یکی این نکته است که در مورد فاکس نیوز که احمد عزیز اشاره کردن، این نزدیک بودن که اشاره کردن به یهودیان فقط این نیست، مسئله وقتی به جریان راست صحبت اشاره میشه در آمریکا منظور جمهوری خواهان هستند و حتی تندروهای جمهوری خواه در آمریکا که اون سوی دموکرات ها هم که تندروها یا به اصطلاح دموکرات ها خط به اصطلاح خیلی جریان چپشون، اونها هم متهم هستن، کما اینکه خود آقای اوباما هم در جریان انتخابات آمریکا متهم شد که افکار سوسیالیستی داره از طرف جناح مخالفش. این نکته رو برای برخی از بینندگان که در جریان نیستن، و البته این رو هم بگیم که خود آقای اوباما صراحتاً اعلام کرد که حمایت از اسرائیل، امنیت اسرائیل برای آمریکا یک تعهد حیاتی هست و به همه اینها به روابط دوستانه آمریکا و اسرائیل برمیگرده. اما آقای حیدری عزیز شما بفرمایید، احمد هم اشاره کردن در نامه یا پیام مکه و دو سناتور دیگه هم به این موضوع اشاره شده که ایران یک منظر یا یک نقاب میانه رو داره همونطور که در زمان آقای خاتمی، اما در پشت اقدامات دیگه ای رو انجام میده، یعنی روند عمل در جمهوری اسلامی متناسب با نقاب و چهره ای که نشون داده میشه در خارج از کشور هماهنگ نیست. این برداشت که در میون بسیاری از قدرتمندای آمریکا در کنگره و در سنای آمریکا وجود داره، این برداشت تا چند اندازه واقعی هست تا چند اندازه نیست؟ این در واقع برگرفته از همون دو سیاست موازیه که خود آقای خامنه‌ای عموماً در سیاست خارجی یا سیاست داخلیش اعمال میکنه. همین امروز جمعه نشستی بوده در وین که در واقع 11 دوره مذاکرات ایران بوده با سازمان انرژی اتمی. بیانیه ای از سوی دفتر در واقع نماینده ایران منتشر میشه که این بیانیه بسیار اون بوده و اکثر رسانه‌هایی که اونجا در آقای حیدری بفرمایید. سبب که می‌خواستم خدمتتون بگم این که در وین اجلاس 11 در واقع بین ایران و سازمان انرژی اتمی بوده و بیانیه‌ای از سوی در واقع دفتر نمایندگی ایران منتشر میشه که این بیانیه بسیار تند و شدید اللحن بوده و رئیس سازمان انرژی اتمی رو یعنی آقای آمانو رو به نوعی متهم میکنن که اینها اخباری رو که منتشر میکنن شفاف نیست و نسبت به ایران یک حالت خصومت داره. این برگرفته از اینه که در داخل نشستی که شب گذشته برگزار شده از اون ور ایران به دنبال حل قضیه است، از این طرف میاد تهمت میزنه و اتهام میزنه به سازمانهای بین المللی. این دو سیاست موازی رو همواره آقای خامنه‌ای به دنبالش بوده تا
تا در نهایت در یک نقطه ای که ببینه کدومش به نفعش خواهد بود عمل خواهد کرد. الان به همون جور که آقای روحانی در داخل سازمان ملل در متن سخنرانیش هم گفت، تحریم ها به شدت جامعه و جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار داده و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هم طی اون در واقع مطالبی که تهیه کردن و گزارشاتی که تهیه شده قضیه رو بسیار خطرناک میدونن و بحث شورش های حتی مردم و مشکلات اقتصادی و رکود اقتصادی رو دارن پیش بینی میکنن. لذا آقای روحانی و تیمش با توجه به نظر رهبری به دنبال فرصت و زمان هستن تا بتونن این تحریم ها رو، حتی میبینیم که در صحبتاشون صحبت از کوتاه مدت 6 ماهه میکنن که این قضایا رو حل کنن یا 1 ساله، که همه اینها برگرفته از اینه که بتونن یه فضایی رو باز کنن تا بخشی از این تحریم ها رو کنار بزنن. ولی در پشت پرده مطمئن باشین که اینها رویه خودشون رو دارن، همون جوری که 30 ساله دارن با این قضیه بازی میکنن و نمیخوان دشمنی با آمریکا و غرب رو کنار بذارن، چون این در ایدئولوژیشون نهادینه شده. در مورد اتمی های هیدری بفرمایید، یعنی مثلا چطور میشه که مثلا فرض کنید این شیوه رو بخوان ادامه بدن، یعنی تحریما رو لغو کنن ولی هیچ گام روشنی در زمینه اتمی عقب نشینی نکنن، یعنی به خواست جامعه جهانی تن ندن؟ اینو میشه عملی کرد اصلا؟ اینها به دنبال اینن که در با همون طرح قدیمی روسیه، یعنی مرحله گام به گام با دادن یک امتیازی رو بگیرن و چون احتیاج به منابع مالی دارن و از طرفی برای این منابع مالی نیاز دارن که در واقع این تحریم ها برطرف بشه، قاعدتا به اون مرز الان رسیدن که یک امتیازی رو بدن در قبالش یک تحریمی رو بخوام بردارن. این چیزی هستش که غربی ها همونجور که در صحبت های آقای کری هم بود قائل به این نیستن. غربی ها به دنبال این هستن که واقعا مواضع ایران شفاف بشه و اونها بتونن از اون سایت هایی که ایران داره و از اون مراکزی که نگذاشتن تا کنون اینها برن بازدید کنن، اینها نقاط و خطوط قرمزی هستش که در واقع سپاه پاسداران و برخی از نیروهای تندرو داخل ایران نسبت بهش مخالفت میکنن. حال چگونه میخوان این قضایی رو با هم پیش ببرن جای معماست. آقای باطبی، تظاهراتی هم از طرف ایرانی ها در همزمان برگزار شد در زمان حضور هیئت جمهوری اسلامی در سازمان ملل، درسته؟ بله. یعنی مخالفان حکومت ایران. بله. در روز سخنرانی آقای روحانی از صبح ساعت 11 4 گروه ایرانی تظاهرات کردند. بزرگترین گروهی که در اوج حضور پیدا کرده بود سازمان مجاهدین خلق ایران بودند که جمعیت خیلی زیادی بودند، با هواداران ایرانی و غیر ایرانی شرکت کرده بودند و برخی مقامات آمریکایی، برخی چهره‌های سرشناس آمریکایی، جان بولتون و خانم مریم رجبی سخنرانی کردن، به صورت ویدئویی حضور پیدا کردن در جلسه. در کنار اونها گروه های چپ، چریک های فدایی، کمونیست کارگری محلهای خودشون رو داشتن، شعارهای خودشون رو داشتن و رو به خیابان های اصلی تظاهرات میکردن. در سوی دیگر گروه ما هستیم از جمهوری ایرانی های مخالف حضور داشتن با علامت ها و پرچم های خودشون. در قسمت جلو، یعنی رو به محلی که رو به سازمان ملل متحد هست، برخی از هواداران آقای طاهری، معلمی که در واقع در ایران دستگیره و عرفان، مجموع آموزش های عرفانی رو داشته، نام عرفان حلقه، حضور داشتن. اونها هم تلاش میکردن که پیام خودشون رو که آزادی، خواست آزادی آقای طاهری از زندان بود رو به آقای روحانی برسونن و حتی نامه هایی رو نوشته بودن و تلاش میکردن در هتل محل اقامت آقای روحانی نامه ها رو به ایشون برسونن. و در سوی دیگر هم برخی از ایرانی های مخالف جنگ، فعالین مخالف جنگ حضور داشتن، کسایی که در سالهای اخیر مطالبات آدم های به اصطلاح فعال تو حوزه جنبش سبز رو که به حال میدونی چی هست رو پیگیری میکردن، این چند ماه اخیر هم فعالیت ضد جنگ داشتن. ولی جالب اینجاست که برخی از همین به اصطلاح کسایی که تحت عنوان فعالی ضد جنگ در اون روز اعتراض کردن و خواستار آزادی زندانی سیاسی بودن،
شب گذشته در مهمانی آقای روحانی هم شرکت کردم و در بین ایرانی هایی بودن که دعوت شدن به اونجا و تونستن به اصطلاح تو اون مهمانی شام هم حضور پیدا بکنن. یعنی کسانی که خواستار آزادی زندانیان سیاسی بودن؟ بله، فعالین چپ، به طور مشخص فعالین چپ نیویورک هستن و مطالبات ایرانی جنبش سبز رو داشتن. نه. از جمله آزادی زندانیان سیاسی، درگیری هم بین این طیف با طیف‌های مخالف جمهوری اسلامی بود، ولی در نهایت به گفتگو ختم شد در اون روز، در انتهای روزی که آقای روحانی سخنرانی داشتن و نقطه اشتراک پیدا کردن که ما هم آزادی می‌خوایم. منتها میگم این جماعت تونسته بودن برخیشون دعوت بشن به مهمانی شام آقای روحانی و یعنی از کسایی که به اصطلاح به یه نحوی یک زمانی خودی حساب می‌شدن. منظور اینه، ببینید من هیچ تعریفی نه من میخوام روشن بشه، یعنی ببینید نه اجازه بفرمایید، منظور من احمد عزیز اجازه بفرمایید. ببینید نهادهایی که خواستار حقوق آزادی زندانیان سیاسی بودن و به مهمانی آقای روحانی رفتن، منظور من این هستش که ممکنه از کسایی بودن که مثلا در ایران پیش از این در دولت آقای خاتمی یا کسان دیگه شغل داشتن یا نه واقعا نهادهای مستقل بودن، کدوم بود؟ جناب چلنگی باور بفرمایید من نمیتونم به این سوال شما پاسخ بدم، برای اینکه من نمیدونم واقعا اینا شغل داشتن یا نداشتن. درست. به طور مشخص کسایی هستن که تو حوزه حقوق بشر فعال هستن، فعالین ضد جنگ بودن، یعنی به شعار ضد جنگ و اینکه بحث حمله نظامی به ایران مطرح شده بود، اینا به صورت گسترده با فعالین ضد جنگ آمریکایی تظاهرات متعددی رو جلوی ساختمان های دولتی نیویورک در ماه های اخیر لااقل داشتن. سپاسگزار هستیم آقای احمد باطبی عزیز. با شما عزیزان بینندگان عزیز هستیم تا لحظات دیگر. ارتباط تلفنی ما با آقای احمد باطبی دچار یک نقص فنی شده، امیدواریم به زودی این نقص برطرف بشه و ارتباطمون برقرار بشه. آقای حیدری عزیز، این نکته تا چه اندازه میتونه به واقعیت نزدیک باشه که جمهوری اسلامی، چون خیلی این ایرادو میگیره، خود شما هم اشاره کردیم، اساسا توانایی و یک پارچگی لازم رو مثل زمان آیت الله خمینی نداره برای حل مسائل خودش با غرب. یعنی دو بحران بود، دو مسئله بود در زمان آیت الله خمینی. یک، مسئله گروگانگیری بود. دو، مسئله جنگ با ایران. این دو رو یک شخص بود، رهبری جمهوری اسلامی آیت الله خمینی، تصمیم گرفت یک روز گروگان ها رو آزاد کردن و فردا روز دیگه هم جنگ رو، ایشون تصمیم گرفت گفت جام زهر هست می نوشیم و تمام می کنیم. الان گفته میشه خیر، جمهوری اسلامی منافع مختلفی وجود داره، یک سری هستن که وضعیت رو در همین شرایط می بینن، سودشون در همین شرایط، خواستار چیز نیستن، سود یا تنش زدائی یا چیز نیستن. از جمله آقای نقدی که رئیس سازمان بسیج چه کسایی نمایندگی میکنه مورد بحث ما نیست، میگه آمریکا برای مذاکره با ایران التماس میکنن. اون یکی که سپاه قدس باشه، قاسم سلیمانی، که میگه که اینا اصلا ناتوان هستند آمریکایی‌ها که براندازی کنیم. از این صحبت ها به هر حال شما خودتون در جریان هستید، بفرمایید. من خدمتتون عرض کنم که شرایط ایران با شرایط دوران آقای خمینی خیلی تغییر کرده، چون که آقای خامنه ای و تیمی که در بیت رهبری الان مستقر هستن این رو دارن به دنیا القا میکنن که به عنوان یک قدرت منطقه‌ای باید ایران رو اونها به رسمیت بشناسن. کما اینکه میبینیم که الان در داخل سوریه یا عراق یا حتی افغانستان که پس از سال 2000 در واقع 14 نیروهای آمریکایی میخوان اونجا برن،
ایران از حالا به دنبال اینه که مواضع خودش رو اونجا مستحکم تر کنه. این چیزی هستش که الان در واقع کشورهای همسایه ایران به خصوص کشورهای عربی این رو نمیتونن بپذیرن و با آمریکا و در واقع کشورهای غربی مشکل دارن. لذا آقای خامنه ای و اون تیمی که داره باهاشون کار میکنه از برگ هسته‌ای میخوان حد اکثر امتیاز رو بگیرن. حال اگر بتونن تحریم ها رو به نوعی کنترل کنن یا حتی اگر بتونن در فاصله این که دارن با کشورهای غربی صحبت میکنن بتونن این تجهیزات رو گسترش بدن، کما اینکه ما میبینیم الان تعداد سانتریفیوژها رو دارن افزایش میدن یا مرکز آب سنگین عراق رو دارن توسعه میدن. اینا نکاتیه که در واقع برای کشورهای غربی فکر نمیکنم به این راحتی قابل حل باشه. ولی خب در هر صورت آقای خامنه ای هدفش اینه که یک چهره دیگه از ایران نشون بده و به در واقع کشورهای همسایش این رو القا کنه که یک قدرت فرامنطقه‌ای داره میشه و میتونه در معادلات در واقع منطقه باید حتما از ایران و جمهوری اسلامی در واقع دخالت داشته باشه و کمک بگیرن. به خاطر همینه که شرایط با دوران آقای خمینی بسیار تغییر کرده و من فکر میکنم که خود دولت آمریکا هم تا حدودی با توجه به صحبتایی که آقای اوباما کرد و در اون سخنرانیش در واقع اومد به نوعی تغییر رژیم رو که به نوع آقای خامنه ای همواره میگفت آمریکا به دنبالشه گفت گذاشتن کنار، یا بحث این که ایران رو به عنوان اینکه دارای یک فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز باشه به رسمیت میشناسن، دو نکته مهمی بود که آقای اوباما بهش اعتراض کرد. ولی خب جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای به دنبال چیز دیگه ایه و اون که ایران رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای باید به رسمیت بشناسن و در معادلات در واقع منطقه به حسابش بیارن. آقای ایدری شما اشاره کردید آقای اوباما نگفتن که ما کنار گذاشتیم، اساسا هیچ وقت اعلام نکرده واشنگتن که ما به دنبال براندازی هستیم. یعنی آنچه که تغییر حکومت هست یا تغییر رژیم یا نظام رو هیچ وقت صراحتا آمریکا چنین اعلام نکرده و چون قانونا نمیتونن بر اساس قوانین آمریکا. بله منم ایشون گفتن که ما به دنبال این مسائل نیستیم، کنار نگذاشتیم. من فکر کنم این فرق میکنه. من خدمتتون عرض کنم جناب چلنگی، منم منظورم این نبود که در واقع آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران بوده. این صحبتی بوده که آقای خامنه ای همواره در صحبتاش مطرح کرده که غربی ها به دنبال تغییر رژیم بودن و آقای اوباما در واقع در این سخنرانی اومد این مطلب رو مطرح کرد و این حربه رو به نوعی از دست جمهوری اسلامی و به خصوص نهادهای تندروی اون بگیره که آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست و بلکه به خود دنبال اینه که بتونه یک رابطه‌ای رو برقرار کنه که مردم ایران بتونن رفاه و آسایش بهتری رو که حقشون هست داشته باشه. خب یه نکته رو شما اشاره کردین، کلمه ای رو به کار بردین که حکومت ایران در پی این هست که الغا بکنه قدرت منطقه‌ای هست. یه موقعی هست کسی قدرت منطقه‌ای هست، خیلی‌ها میگن ایران پیش از انقلاب چنین بود، یک موقعی هست میخواد الغا بکنه. یعنی این کلمه معنیش اینه که واقعا نیست، چیزی رو که وجود نداره میخواد الغا بکنه. آیا حکومت ایران در شرایط کنونی یک قدرت منطقه‌ای یا اونطور که تهران میگه قدرت برتر منطقه‌ای هست یا نیست؟ من فکر میکنم که این چنین نیست، چون واقعا در داخل ایران مشکلات و مسائلی که مردم ایران دارن تحمل میکنن عملا نشون داده که این حکومت قادر به حل معضلات و مشکلات داخل خود ایران نیست و اگر یک لحظه به ملت ایران اجازه بدن و فرصت داده بشه مردم ایران خودشون با دست خودشون تکلیفشون رو با این حکومت روشن میکنن. منتهای مراتب این جمهوری اسلامیه که میخواد به نوعی این مسئله رو در خارج از کشور القا کنه و از طریق این قدرت هایی که توی منطقه هست این موارد رو در نوعی پوشش بده. ارتباط ما با آقای احمد باطبی برقرار شد. احمد عزیز سلامی دور. احمد جون این رو بفرمایید که جلسه مطبوعاتی آقای روحانی که جمعه برگزار شد ساعتی پیش از برگشتشون به ایران راه ندادن، یعنی مانع شدن اطرافیان آقای روحانی که رسانه های فارسی زبان که مورد تایید حکومت ایران نیستن یا وابسته به خود حکومت نیستن
وارد بشن به این جلسه مطبوعاتی ایشون. و از طرف آقای روحانی سعی میکنه به قول آقای حیدری القا کنه وضعیت خیلی تغییر کرده، ولی خب رئیس جمهوری ایران چرا اطرافیانشون مانع چنین بشن؟ آزادی بیان در شهری مثل نیویورک، شما مثلا به عنوان نماینده رادیو ایران فردا میبخشید به اونجا میرفتین، چه مشکلی پیش میومد؟ من به صورت فردی و رو در رو روز دوشنبه مراجعه کردم به مسئول رسانه‌ای آقای روحانی، آقای یوسف نامی، و ازشون خواهش کردم که اسم منو در لیست خبرنگارا رو پرسش کننده قرار بدن. ایشون گفتن محدودیت جا دارن ولی پیگیری میکنن. دقیقا روز چهارشنبه، روز پنجشنبه و بعد از نشست خبری گروه پنج به علاوه یک، من مجددا بهشون یادآوری کردم ولی خب ایشون پاسخ خاصی به من ندادن و رفتن. روز کنفرانس هم وقتی مراجعه کردم هتل تو پشت در اتاق کنفرانس هم رفتم، یکی دیگر از مقامات ایران که چند روز قبلش منو دیده بود و به اسم میشناخت جلوی من و یکی از فیلم بردارای صدای آمریکا رو گرفت و گفتش که ما برای شما احترام قائلیم، با کمال احترام، اما نمیتونید شما برید داخل و تشریف ببرید. بهشون گفتیم حالا برای چند لحظه هم اگر شده شما بتونیم ویدئو بگیریم، حالا پرسش هم نگرفتیم و اینها، اشکال نداره اگر امکان داشته باشه بریم بگیم. بهشون گفتن که ما متاسفیم و نمیتونیم به شما اجازه بدیم برید داخل، و عملا ما اومدیم بیرون دیگه، محروم شدیم از پوشش خبری نشست. خب آقای حیدری عزیز، چرا آقای روحانی میگن که فضای دیگه ای، هرچی ادعا میکنن که تغییراتی شده دیگه، دولت های سابق نیست، ادعای ایشون هست و اطرافیان گزارش کردن جایی مثل نیویورک، نیویورکی که اینقدر بزرگ هست، اینقدر مرکز، یکی از مراکز آزادی بیان و اندیشه همه رقم هست، اجازه میدن در خیابان های نیویورک مراسم عاشورا برگزار کنن، با میلیون ها دلار هم صرف کنن، بیارن سینه بزنن، زنجیر بزنن، اجازه نمیدن. چه حراسی دارن از مطبوعات آزاد، رسانه های آزاد؟ آقای حیدری، این نگرانی کجا؟ صدها زندانی نویسنده وبلاگ نویس در زندان هستن، صدها فعال حقوق بشر دانشجویی در زندان هستن، آقای کاظمنی بروجردی روحانی شیعه خواستار جدایی دین از حکومت در زندان هست و وکلای دادگستری هست و وبلاگ نویس های کشته شدن مثل امیررضا میرسیافی عزیز و ستار بهشتی عزیز، مادر داغدارش هم نامه نمیشه به همین آقای روحانی. ولی اما دیگه در نیویورک حتی این اونجا هم نمیشه تحمل کرد یکی دو خبرنگار رو از هر جایی که هستن، احتمالا حتی عکس هم بگیرن، فیلم بگیرن، این چیه قضیه؟ خب در واقع این یه تضادیه که در گفتمان مقامات جمهوری اسلامی همواره بوده. شما ببینید در صحبتهایی که خود آقای روحانی در صحن سازمان ملل کرد، مکررن از مسائل خشونت و نقض حقوق بشر به نوعی داشت عنوان میکرد، ولی همون موقع که ایشون بحث این گونه موارد رو داشت به جهان نسبت میداد، در داخل ایران چندین نفر رو داشتن اعدام میکردن. این نشوننده اینه که جمهوری اسلامی عملا نسبت به رفتارش با عملش با هم تناقض داره و نسبت به آزادی بیان و نسبت به مسئله حقوق بشر حساسیت داره، و در این گونه موارد عملا شما نمیتونین رفتار جمهوری اسلامی رو در با سایر کشورهای مترقی که آزادی بیان درش هست و میتونن مطبوعات به راحتی با مقامات مسئول صحبت کنن و نقطه نظرات اونها رو نقطه نظرات خودشون مطرح کنن، این گونه نیست. جمهوری اسلامی همین الان در داخل ایران، همونجور که شما فرمودین، خیلی از وبلاگ نویسان، روزنامه نگاران به خاطر بیان عقایدشون یا نظراتشون در زندان هستن. الان جامعه بهاییان داخل ایران شما ببینین از تحصیل محروم کردن، وقت آقای روحانی میاد در سازمان ملل از دنیا میخواد که بیایم بریم به سمت اینکه با هم دوست باشیم و با هم بر جهت صلح و آشتی حرکت کنیم، در صورتی که در داخل کشور شما میبینین که مسئله اعدام، نقض
حقوق بشر، آزادی اساسی مردم در واقع نادیده گرفته میشه و حتی حق تحصیل که در تمام دنیا به رسمیت شناخته شده برای همه انسان‌ها، در داخل ایران میبینیم که از گروهی که فقط به جرم اینکه عقاید مذهبیشون با اونها در واقع برابر نیست که اینها رو کنار گذاشتن. این نکاتیه که در واقع تناقض جمهوری اسلامیه و عملا باید دنیا در واقع روی این کار کنه و اینها چهره واقعی اینها رو بده. آقای حیدری عزیز، ببینید شما در بخش پیشین صحبتتون اشاره کردید که برای صدایی که میشنوید، اگر صداهای انگلیسی زبان هست، صداهایی است که از طریق تلفن آقای احمد باطوی در جایی هستن که این صداها میاد و شنیده میشه. آقای حیدری عزیز، شما اشاره کردید که صحبت‌های آقای اوباما برای اون جناحایی است که احتمالاً در داخل نگران سیاست آمریکا برای براندازی جمهوری اسلامی هستند، اما همین جناح‌ها ما می‌بینیم از صحبت‌های آقای اوباما چه برداشتی کردن؟ ببینید، من حرفم برداشت شخص اینا زیاد شاید مهم نباشه، آقای محمد، آقای نقدی که گفتن که اسم آمریکا برای مذاکره التماس میکنه، اون یکی آقای قاسم سلیمانی که میدونیم سپاه قدس نقشش چی هست در خیلی جاها از جمله سوریه، گفته این که آمریکا گفته ما براندازی نمیکنیم یا هرچه، این علتش اینه که نمیتونه، یعنی اصلا جرأتشو نداره. اما همون چیزایی که تو چی میگن دعوا میشد نمیتونی این کارو بکنی، نمیدونم بی خود کردی، و کلماتی که من نمیتونم تکرار کنم بعد بیراهایی که میگفتن. ببینید، اتفاقا این صحبت ها جریتر نمیکنه، یعنی واقعیتش این نیستش که همین آقایون، این جناها که کم کسایی هم نیستن، سپاه قدس به هر حال سپاهی که میشناسیم چقدر در عملیات تروریستی و نفوذ دارن، اون یکی ها، اینا واقعا باورشون میشه که اینا هیچ کاری هم نمیتونن بکنن و بدتر همین سیاست های کنونی رو ادامه بدن. آقا شما بشین سر جات های روحانی، نمیدونم آشتی و تنش رو داری، این حرف به شما نیومده و از این صحبت ها. خب قاعدتا اینها این گونه تصور میکنن، چون آقای اوباما از مواضع صلح صحبت میکنه و چون برنده جایزه صلح نوبل هست و قاعدتا نمیخواد که وارد یک جنگ دیگه ای بکنه آمریکا رو، و عملا در قضیه سوریه هم اینو نشون داد با تدبیری که به خرج داد و اومد در واقع به سمت این که بریم از طریق سازمان ملل و تحت فشار قرار دادن اسد مسائل رو حل کنیم، اینها اینگونه تداعی کرده براشون که در واقع آمریکا در موضع قدرت نیست، امروز آمریکا در موضع ضعف و اونها هم در واقع میتونن به این رویه ادامه بدن، که این قضیه‌ای هستش که عملا میتونه برای ملت ایران جای باعث خطر بشه، چون همین افراد میتونن کشور رو به مرحله‌ای برسونن که نذارن یک توافقات صورت بگیره و در نهایت باید هزینه اون رو ملت ایران بده، و این نکته‌ایه که باید مردم روش توجه داشته باشن که این تندروها میتونن کشور رو به مرحله در واقع نابودی بکشه. خب همینجاست آقای حیدری، همینجاست که یه عده میگن سیاستی که آمریکا داره، باز تکرار کنم اینجا چون در برنامه دیگه هم گفتم، کسی خواستار به هیچ وجه حمله به ایران یا نظامی اینا نیست، نه منی که اینجا نشستم، نه آقای حیدری، نه آقای باطوی، نه هر کسی که ایران، مردم ایران رو دوست داره، نه تنها خواستار نیست بلکه قطعا مخالف است. اما نکته این هستش که خیلی ها میگن که این نوع سیاست واشنگتن اتفاقا به زیان ایران هست و به زیان ایران از این بابت هست که این حکومت رو در راه روش خودش ترغیب و تشویق میکنه، یعنی تندروهای حکومتی رو در ایران، یعنی معتقد هستن که آیت الله خمینی اگر تندرو بود که بود، آمریکا هیچ غلطی نمی کند رو پایه‌گذاری کرد در ایران، اما وقتی ریگان یک تشر زد فوری گروگانا رو آزاد کرد، یا معتقد هستن همین الان وقتی صحبت تشری بود راجع به سوریه اوباما زد و بعد گفته شد پس گرفت، بلافاصله حکومت ایران هم کوتاه اومد. خیلی میگن این دیپلماسی کنونی واشنگتن اساساً به ضرر حتی خود رژیم ایران هم هست، چون این تندروها رو قوی تر میکنه، برعکس اینکه فکر میکنه واشنگتن میانه روها رو قوی خواهد کرد. آقای حیدری،
دقیقا نکته ای که شما فرمودین همینه. شما الان در خود سوریه ما میبینیم که بعد از این اتفاقاتی که افتاده، گروه های تندرو سلفی و در واقع گروه های وابسته به القاعده عملا اومدن و مسیر خودشون رو از مسیر اون گروه هایی که به عنوان فعالین سیاسی و مبارزین در واقع سوریه هستن جدا کردن. به نظر من این گفتمان در آمریکا این تداعی رو در این کشورها داره میکنه که این افراد تندرو میتونن حاکم سرنوشت مردم بشن و با اقداماتی که دارن انجام میدن جامعه رو به سمتی ببرن که مبتلا به خشونت و در واقع گسترش تروریسم میشه، چیزی که در واقع در خود آمریکا هم در موردش صحبت میکنن و متاسفانه در داخل ایران هم الان افرادی مثل سردار نقدی، قاسم سلیمانی، آقای عزیز جعفری و این گونه تیپیک آدم ها هم با الغای این قضایا و داشتن رسانه های مثل کیهان و آقای حسین شریعت مداری که بر تبل جنگ و این گونه موارد میزنن میتونن جامعه ایران رو هم دوچار همین معضلات و مشکلات کنن. آقای باطبی، اساسا در صحبت‌های آقای روحانی چه در نطق سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل و چه در مصاحبه مطبوعاتیش در حاشیه سازمان ملل، اجلاس سازمان ملل، اشاره‌ای به وضعیت حقوق بشر در ایران نشد. فقط آقای روحانی یک مقدار زیادی به قول با ایرانی‌ها سینه به تنور چسبوند به خاطر مردم افغانستان، بانوان افغانستان که حق و حقوقی ندارن، در حکومت طالبان نداشتن و حال اون که میبینیم در ایران هم خب وضعیت زنان به چه شکل هست. ایشون در زمینه این که بالاخره در ایران نقض حقوق بشر وجود داره به شکل ابعاد بسیار بسیار گسترده ای، در این زمینه صحبتی از ایشون به طور عموم شنیده نشد. شما شنیدید؟ آقای چلگی، آقای روحانی چندین بار در سخنرانی متعددش در مورد مقوله حقوق بشر صحبت کردن، منتها نه در مورد حقوق بشر ایران، در مورد فلسطین و اینکه اسرائیل حقوق اونها رو زیر پا گذاشته و بیباید حقوقشون رو پس بده. یک مورد هم اگر اجازه بدین من خدمتون بگم در خصوص کنفرانس مطبوعاتی که سوال پیشین پرسیدید، به نظرم مورد مهمیه. همه رسانه ها هم امکانه که نه لزوماً رسانه های پارسی زبان که وابسته به حکومت نیستن یا مورد تایید جمهوری اسلامی نیستن، رسانه های دیگری هم بودن که نتونستن وارد کنفرانس خبری آقای روحانی بشن و رسانه های بزرگی هم بودن، رسانه های معتبری بودن. این شبهه رو بین خبرنگارانی که من بیرون با اونا صحبت میکردم و امکان ورودش رو نداشتن ایجاد کرده بود که ممکنه، چون که در گذشتم این اتفاق افتاد، ممکنه که این رسانه ها پشت پرده ارتباطاتی رو با رسانه های با مقامات ایران برقرار کنن که بتونن مثلا بعدها به ایران برن و بیان و تعهداتی رو به اصطلاح در حوزه خبر نسبت به ایران داشته باشن. این شبه این نظر من نیست، صرفا بحثایی که بین خبرنگاران بازمانده از کنفرانس خبری به سلام رد و بدل میشد، بین اونها این شبه ایجاد شده بود. یعنی گزینشی انتخاب کردن، یه عده رو انتخاب یعنی یه عده رو انتخاب کردن، گزینشی انتخاب کردن. من گزینشی انتخاب کردم، مثلا من از دو مسیر متفاوت برای حضور در این کنفرانس خبری ثبت نام کرده بودم. من به غیر از اینکه برای رسانه شما گزارش دادم، عضو چند مرکز بزرگ خبری در ایالات متحده آمریکا هستم، عضو پرس کلاب واشنگتن هستم که بزرگترین باشگاه خبرنگاران دنیا محسوب میشه، عضو باشگاه خبرنگاران وزارت خارجه آمریکا هستم و چندین جای دیگه که از شیوه های مختلف به اصطلاح امکان اینو شما دارید که بتونید ثبت نام بکنید یا وارد جای بشین برای خبر نشر ایالات متحده و جای رسمی مثل سازمان ملل. همه افرادم شد این شد، نه صرفا نام من بوده باشه، کسای دیگه بودن که از رسانه های معتبر دنیا بودن، ولی عرض میکنم احتمال دارید با این شبهه نام اونها به صلاح حذف شده باشه. بله، خب نکته اینه که مثلا در سخنرانی یا مصاحبه مطبوعاتی ایشون چند خبرنگار از خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و جای دیگه تلویزیون جمهوری اسلامی اومده بودن. خب اینا میتونستن جاشون رو بدن، اینا در مصاحبت که هستن، دسترسی دارن، تو هواپیمای ویژه‌ای که برمیگرده تهران هستن، همه جا هستن.
این تجربه به هر حال هستش، یا برای حسن نیت هم که شده به چند سوال واقعا اساسی مربوط به مردم، سفره مردم پاسخ داده بشه. اینها رو خب قابل فهم هست، من تجربیات خیلی زیادی در این زمینه دارم، چه در خود سازمان ملل همون زمانی که آقای ظریف نماینده بود میدیدم که چجوری رفتار میکنن، و چه در زمان عرض کنم خدمتون در خاورمیانه موقعی که من بودم میدیدم که جلسات مطبوعاتی رو چطور اداره میکنن و چه عملا سانسوری حاکم هست. حتی جناب چالاکی معذرت میخوام، یکی از کسایی که دستن در کار، من نامش رو میدونم نه سمتش رو میدونم، فقط میدونستم که جز این تیم دستن در کاران بخش خبر ایران بود، از من پرسید که شما میخوام برید داخل چه سوالی میخوام بپرسید. گفتم این کاری که میپرسید الان شما از من سوال میپرسید، این کار حرفه‌ای نیست و در دنیای آزاد نمیپرسن از خبرنگار پیش از اینکه بره چه سوالی میخوام بپرسید. گفتم من صرفا جهت اطلاع خودم بهش گفتم من میخوام بپرسم که دولت آقای روحانی در مورد مثلا میدانهای گازی مشترک، نفتی مشترک با کشورهای حاشیه خلیج فارس که الان چندین برابر ایران دارن بهره برداری میکنن، آیا برنامه‌ای داره؟ به هر حال این حق مردم ایرانه که داره به صورت یک طرفه تو جیب کشورهای همسایه میره، آیا برنامه داره یا خیر؟ ایشون سوال رو یادداشت کرده که من گفتم و رفتن. یعنی میخوام بهتون بگم که این برخورد، یعنی گرفت بله کاملا من رسیدم با خبرنگارا ممکنه بوده باشه، ممکنه با کسی دیگه هم چنین خوب قابل قبول هستش که سالانهایی هستش محدود جاش اینا هست، اما وقتی که میبینن تعداد زیاده خب لابد تعداد سالان بزرگتری، هتلی که ایشون هست جای بیشتری داره. رؤسای جمهوری اسلامی وقتی هم به سفر میکنن یا مقاماتشون همه اون ضوابط رو از تهران با خودشون میارن، از جمله سانسور رو. من بارها دعوت کردم چه در صدای آمریکا چه در اینجا که مسئولان جمهوری اسلامی بیان بشینن، اینجا میلیون ها بیننده هست، پرسش های هست، خیلی محترمانه بدون هیچ سانسوری پخش خواهیم کرد، این پرسش ها مطرح بشه، با مردم از این طریق گفتگو کنن، پرسش هایی هست جواب بدن. لزوما همش خرج هزینه های میلیون دلاری و مصاحبه با سی ان ان و اینا نیستش، واقعا این حسن نیتی هست. به هر حال آقای حیدری عزیز، آیا مسیر همان خواهد بود که بود؟ آیا جمهوری اسلامی باز در بر همان پاشنه خواهد چرخید در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران، یا خیر این اقداماتی که پیش از سفر آقای روحانی به نیویورک انجام شد، آزادی چندین زندانی سیاسی، اینها نمایشی نیست؟ که خیلی هم ما خوشحال هستیم از آزادی همشون، تک تکشون. آقای هیدری، من فکر میکنم که این برخوردها نمادینه، چون مسئله نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی دیگه نهادینه شده و جمهوری اسلامی نمیتونه که در واقع مسیر خودش رو تغییر بده، چون خیلی از این موارد رو برای خودش به عنوان ایدئولوژیش قبول کرده. بحث سانسور، بحث در واقع عدم آزادی بیان مطبوعات و رسانه ها و این نکات، حتی فضای مجازی و اینترنت، نکاتی هستش که جمهوری اسلامی نمیتونه به راحتی با اینا کنار بیاد، کما اینکه یکی از موضوعات اصلی هستش که با غرب در واقع مواجه خواهد شد، بحث نقض حقوق بشر یا همین تروریسم بین‌الملل، نکاتی هستش که جمهوری اسلامی در واقع حتی اگر مسئله هسته‌ایش هم حل کنه به چالش خواهد کشیده شد از طریق کشورهای غربی، و جمهوری اسلامی هم پاسخی برای این موارد نداره. گفتم خدمتتون همون موقعی که آقای روحانی داشت بحث دوستی و صلح و صحبت میکرد، در داخل ایران دارهای اعدام برقرار بود و داشتن افراد رو اعدام میکردن. این نکاتی هستش که عموما در جمهوری اسلامی نهادینه شده و قابل تغییر هم نیست. خب به هر حال امیدواریم که روزی ایران شاهد آن باشد که هیچ کس به خاطر اندیشهش، فکرش، بیانش، آنچه که میگوید، آنچه که مینویسد، آنچه که اندیشه میکند به زندان نره. این امید هست. شما چنین امیدی دارید؟ من و خیلی از دوستانم در داخل ایران امیدوار هستیم که روزی
ایران آزاد بشه و همه بتونن در واقع عقایدشون رو مطرح کنن و یک جامعه چند صدایی داشته باشیم که در سایه در واقع برقراری یک عدالت اجتماعی بتونن مردم ایران از این نعمتی که خدا بهشون داده، یعنی اون نفت و اون منابع طبیعی، در جهت در واقع استحکام روابطشون با سایر دول از طریق صلح و دوستی در واقع زندگی کنن. و شما آقای احمد باطبی عزیز، آیا شما چنین امیدی رو دارید؟ چه امید آرزویی دارید برای ایران؟ طبعا آرزوی اینه که ایران فضایی آزاد داشته باشه، کسی در زندان نباشه، هر آدمی با هر عقیده‌ای، هر نوع زندگی، نوع پوششی، نوع فعالیتی آزادانه بتونه زندگی بکنه. ایرانی آباد. سپاسگزار هستیم آقای احمد باطبی، با سپاس بسیار از آقای حیدری گرامی. بینندگان عزیز بر من خواهند بخشید نقص‌های فنی در ارتباط با گفتگوی تلفنیمون با آقای باطبی و ارتباطمون با آقای حیدری. از روزهای آینده ما به استودیوهای جدید خواهیم رفت، امیدواریم کوچکترین نقص فنی نداشته باشیم در کنار شما، بدون هیچ نقص فنی در خدمت شما، در کنار شما، در خانه‌های شما باشیم. این برنامه رو به همه زندانیانی تقدیم می‌کنیم که به خاطر اندیشه‌شون، افکارشون، نوشته‌هاشون و سخنانشون، عقاید سیاسیشون، هر چه که هست در زندان به سر می‌برند. شکنجه شدن، در انفرادی هستن یا بندهای عمومی، به جرم آزادی اندیشه، به جرم نبودن، به خاطر نبودن آزادی اندیشه در ایران کنونی. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و الوند، کوه و آسماری و کوهساران دراک در فاس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.